درود بینندگانی عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری امروز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما من ملوین منظر و قرار دارم. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. شکایت والدین از معلمان مرکز ملی تستی. سازشنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و ایدینه روسیه به خرابی به امضا می رسد. گناهکاران مرگ رحیم جان تاشبایف را سود کردند. جشنواره موسیقی بوم جهان در خوروغ ادامه دارد. سرازیر شدن افتماشین اوپل استرا به دریای پنج. شرکت هفت برج را بستند، مبلغ جبردیده ها را کی بازپس می کند؟ مرکز ملی تستی برای قبول داوطلبان امسال تمام شرایط ها را مهیا کرد، اما حالا هم شکایت والدین روز از روز زیاد شده ایستادند، زیرا آنها دعوا دارند که فرزندانشان خول ضروری را به دست آوردند اما باز هم نتوانسته به دانشگاه های تاجیکستان داخل شوند. آنها ادعا دارند که امتحان های امسال نیز با هر گونه نیرنگ بازی ها به اتمام رسیده ایستاده است. ستاره بانو نظروه، کاتب مطبوعات مرکز ملی تستی، در صحبت با خبرنگارمان چنین ابراز داشت که نقشه عمومی قبول داوطلبان برای سال 2015 تا 10363 نفر است، اما امسال شماره داوطلبان به 15047 نفر رسیده است که ما نمیتوانیم از نقشه به ما تعیین کرده زیاد داوطلب قبول کنیم. وقتی پدر و مادر شکایت میکنند از نزدیکی‌های نظام آگاه نشده، دقیق هوایی نگویند، چون همه کاری ما قدم به قدم سنجیده می شود. در کاری ما سهلنگاری نیست و جا هم ندارد به سهلنگاری. این کاری ما خیلی مرکب است و مسئولیتی بلند طلب می کند و ما ببسته به همون ترکیب نظامی که پیشکی مقرر شده است و ببسته به همون کار می کنیم. اسفندیار عبدالرحمنوف، سابق پیشوای بخش جوانان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، جمعیت جوانان سازندگان وطن به صف حزب ایدینه روسیه پیوسته است. همچنین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب ایدینه روسیه یا روسیه وایدی به نزدیکی شرطنامه همکاری را به امضا می‌رسانند. سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان عثمان صالح در این رابطه اطلاع داد که لایحه سازشنامه میان جانب‌ها موافقه شده، تنها معین کردن سنه امضای آن باقی مانده است. در لایحه سازشنامه مذکور راه اندازی همکاری میان جانب‌ها در بخش‌های تبادل تجربه، اطلاعات، هیئت‌ها و آماده‌کنی کادرها پیش بینی شده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در امید دکبر سال 1994 تأسیس یافته، عین زمان شماره اعضای آن حدود 250,000 نفر را تشکیل می‌دهد. رئیس حزب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. اکثر اعضای حکومت، وکیلان پالاتاهای پایانی، پارلمان‌ها و مجلس‌های محلی، وکیلان خلق ولایت و شهر و نواحی‌های جمهوری اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان می‌باشند. حزب سیاسی عمومی روسیگی ایدینه روسیه بزرگترین حزب در روسیه به شمار رفته. رئیس وزرای آن نخست وزیر کنونی این کشور دمیتری مدودو است. شماره اعضای حزب ایدینه روسیه بیش از 2.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. یک سرباز فدراسیون روسیه فیودر باسیموف در پایگاه 201 خدمت میکرد. خود را در کشتار رحیم جان تاشبایف گناهگار حسابیده، روز 7 آوگوست در شهر دوشنبه پرونده سودیش گذشت و پرونده او را دمیتری نوروین دادرس دادگاه اوکروگی اورال روسیه که پایگاه 201 تابعه آن است قرائت کرد. فیودر باسیموف همراه با ایلدار ساخاپوف طرح کشتار تاشبایف را تحریزی کرده، ابتدای روز 16 آوگوست سال 2014 تلاش نمودند تا مسئله را حل کنند. فیودر باسیموف میگوید بار یکم آنها موفق نشده. روز 18 آوگوست رحیم جان تاشبایف را ماهیگیری میرویم گفته فریب میدهند و به لب کل دهه چیمتپه ناحیه رودکی میبرند و به قتل میرسانند. روزهای 22 و 23 آوگوست با اشتراک هنرمندان مردم های منطقه های مختلف کشور و گروه های موسیقی از چین و ترکیه، افغانستان و قرغیزستان و آمریکا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خوروغ جشنواره موسیقی بوم جهان برگزار می‌گردد. سازمان دهندگان جشنواره امید دارند به این طریق در حفظ و احیای موسیقی و رقص مردمی و اینچنین جلب بیشتری سیاحان به بدخشان مساعدت می‌کند. جشنواره مذکور که با ابتکار سازمان جمعیت امیشه سپنتا دایر می‌گردد. سمندر پولادو، رهبر سازمان امیشه سپنتا، درباره این جشنواره چنین گفت:
این جشنواره باید یک ماه پیشتر در بدخشان و با اشتراک هنرمندان از هندوستان و روسیه صورت می گرفت. اما بنابر سر زدن آفات طبیعی در منطقه برگزاری فستیوال تا ماه آوگوست قفا گذاشته شد. فستیوال اساسا از 4 قسم: نمایشگاه هنرهای مردمی و طعام‌های ملی، نمایش فیلم‌های مستند، گذرانیدن ماستر کلاس‌ها اید به سازهای موسیقی و اجرای برنامه‌های کنسرتی که از موسیقی مردمی و سینتز آهنگ‌های قدیمی و معاصر ایجاد شده است عبارت می‌باشد. معلوماتی که تا حاضر ما در دست داریم آن است که این جشنواره روز 22-23 آوگوست در باغ فرهنگی فراغتی شهر خارق برگزار می‌گردد. روی تجربه هایی که همساله همین فستیوال دور می‌گردد، در آن نمایندگان به غیر از کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، همچنین از جمهوری مردمی چین، از جمهوری پاکستان و از جمهوری اسلامی افغانستان هم هنرمندان اشتراک میکنند. در برابر آوازخوانان، مطربان، همچنین هنرمندان مردمی یعنی کاسبان، بافندگان و دیگر، و این سال همچنین نمایش طعام‌های ملی در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه یک شرکت با نام هفت برج مشهور است که فعالیت این شرکت با طریق تجارت شبکوی برامانده شده. شهروندان بعدی به امضا رسیدن شرطنامه و پرداخت مبلغ های در حجمی از 130 تا 9000 دلار وارد شرکت می شوند و آنها شهروندان دیگر نیز به این شرکت جلب می کنند و از مبلغ وارد شده درآمدی معین به دست می آورند. دوستیتانی کلی تاجیکستان از 18 یولی سال 2013 فعالیت شرکت هفت برج را قطع کرده بودند. اما حالا شهروندان ضرر دیده یعنی دعوا دارند که از سود کردن رهبریت این شرکت به آنها یکم فایده نمی رسد. خوبترش به آنها مبلغی از دست دادهشان را برگردانند. دادگاه نوحیه سینای شهر دوشنبه با درخواست دادستان کلی تاجیکستان به بررسی پرونده 3 مسئول دیگر شرکت هفت برج آغاز کرده است. اما مسئولین دفتر مطبوعاتی دادگاه نوحیه سینا روز 10 آوگوست به خبرنگاران گفتند که صدولایف، سعیدو و خوشمحمدو از تاجیکستان فرار کرده از اشتراک در مرافعه دادگاه سرپیچی نمودند. با اطلاع منبع این شخصان یا در ترکیه و یا در امارات متحده عرب هستند. طبق پرونده آنها 125602 دلار و 5 سنتی شرکت را از خود نمودند. 7 آوگوست در کیلومتر 319 راهی ماشینگرد دوشنبه کولوب درواز راننده افتماشین تمغه اپل استرا محمد امانولو جمعیوی 34 ساله ساکینی دیعه شرگی نویه درواز از اوده اداره وسته نقلیات نبر اومده به صدمه دوچار شد که افتماشین از بلنده 12 متر به دریای پنج سرازه شد. بنا به معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نتیجه راننده و مسافران به دریای پنج غرق شدند. تماشابینان عزیز، اینجا با پایانی برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نمایم. تا بخش های نوبتی، خدا نگهدارتان.